مورد دیگه وجود برخی شاخص‌های فرهنگی بین خود یهودیاست. پس این به دولتشون برمیگرده، یه سری مورد خود این یهودیا، این ویژگی‌هاشونه. آقا شما چجوری ایرانی‌ها مثلا سلحشورن، شیعیان شهادت طلبن، یه سری شاخص‌ها هست دیگه ها، سری شاخص‌ها بین یهودیاست. ترسو بودن و همیشه احساس خطر کردن. مثلا یهود به ترسو بودن، یهودی به ترسو بودن معروفه، همونقدر که به زرندوز بودن معروفه، به ترسو بودن هم معروفه. اینم قرآن گفته، سوره 8 میگه، پته اینا ریخته رو. او کسی است که برای اولین بار کافرانی از اهل کتاب را از دیارشان بیرون کرد، با اینکه شما احتمالش را هم راه نمیدادید و میپنداشید دژهای محکمی که دارن جلوگیر هر دشمن و مانع آن میشوند. گفت فکر کنید دیواره بزرگی که ساختن، خدا انگار داره همین دیواره حائل الان اینا رو میگه. گفت فکر کردید اینا مثلا مانع میشه؟ چون گفت آ اسرائیل کسی میتونه نابود کنه؟ این یهودیه که شمال مدینه زندگی میکنه، اینا دژهای خیبر رو کی شکست؟ دژ خیبر رو همون تفکر دوباره یهود زمین خواهد زد. ولی عذاب خدای تعالی از راهی که به فکرشان هم نمیرسید به سراغشان رفت و خدا رعب و وحشت بر دلهایشان بیفکند. خدا میگه من رعب و وحشت رو تو دلای اینا گذاشتم، اینا ترسوان، چنان که خانه های خود را به دست خود و به دست مؤمنین خراب کردن. پس ای صاحبان بصیرت عبرت بگیرید. فاعتبروا یا اول الابصار، قرآن خیلی قشنگ داره میگه عبرت بگی. عبرت آدم کی میگیره؟ از یه اتفاقی که قبلا افتاده. این دقیقاً به ما داره میگه، میگه عبرت بگیر از اون اتفاقی که سه تا قبیله یهودی رونده شدن از شمال مدینه. چجوری رونده شدن؟ ترسوان، رعب و وحشت تو دلهای ایناست. محکم برید جلو، نعره حیدری بزنید، اینا جا خالی میکنن. نگاه نکن دیوار میباراشونو، خودشون خونه های خودشونو خراب میکنن. فرار از خدمت، خودزنی، خودکشی تو بین نظامی های اسرائیل خیلی زیاده. تو همین جنگ 50 روزه خیلی از این اسرائیلی هایی که عقب برمیگشتن تیر خورده بودن، عمدتاً به پاشون هم تیر خورده بود. جالب اینجا بود که گلوله و اسلحه اسرائیلی تیر خورده بود. بعد یه گزارش همین آماده کردن که آقا اینا خودشون دارن خودشون رو میزنن، یا به همدیگه میگن بیا تو یه تیر به من بزن، من یه تیر به تو بزن، هر دوتون بریم عقب ولشون به گروه بابا اینا. یعنی ببین چقدر از مرگ میترسن. یه فیلم پخش شده از آژیر، صدای آژیر، اینا دست و پاشون شکسته بود چند نفر، خودشون مثلا میزنن تو در و دیوار. یه فیلمش ما تو سایت گذاشتیم، پسره داره میره اینجوری با دماغ میخوره تو تیر، میفته زمین. صد بعد داره قبلش هم کوریموری میخونه. خب صدای آژیر اینا میل زمینو گاز میزنه، عربده میکشید. אל תפחדו מהחמאס, שיש אזעקות, אתם תשבו בבית, אתם לא תפחדו, אתם לא תלכו למרחבים מוגנים, שימו עליהם זין ואימא שלהם זונה. הוא צודק! ולא עם אזעקות! اینا بیش از حد از مرگ میترسن. چرا؟ چون هیچ نگاه دینی ندارن به این مسئله. شما کل تورات رو برید شخم بزنید، اگر یک دونه آیه پیدا کردی که به جهان آخرت اشاره کنه بیارید بید. تو پنج کتاب عهد عتیق که معروف به تورات نیست، تو کتابای بعدیشون مثلا اشعیا نبی کجا یه اشارات خیلی جزئی هم، اونم خیلی بعد بشینی 20 تا آنگاهانگاه بزنی معادلات، اینم 10 معادله 10 مجهول حل بکنی که شاید اینجا منظور مثلا اشعیا نبی مرگه. این شکلی، یعنی حذف شده، به او براش تعریف شده زندگی تو همین دنیاست، اشغال تو کن، حالا این دنیاش به خطر بیفته تموم شد دیگه. اینا اسرائیل میشه با عملیات روانی پکوند، موشک نمیخواد اصلا. تو باید بلد بشی کجا رو بزنی، چه خبری پخش کنی، چه خبری پخش کنی. با همین